دوستان عزیز، سلامی هم خدمت همه شما. من نیما علیزاده هستم و با یک برنامه دیگه از خدمت مکاشفه در خدمت شما هستم. به شاگردی حضورت آمدم من، که تقدیسم نمایی سرور من. یک سری برنامه هایی رو تدارک دیدیم تحت عنوان بررسی پرستش در کلیسای ایران و از دوستان عزیزی دعوت کردم تا در این نشست ها با من همراه باشن تا بتونیم با هم بحث و گفتگویی داشته باشیم حول محور پرستش و مخصوصا پرستش در کلیسا ایران. از رهبران پرستشی که شما به خوبی میشناسین دعوت شده و حتی چهره هایی که شاید خیلی نمیشناسین. سعی کردیم برنامه ها برای شما مخاطبین که از این طریق دارین ما رو تماشا میکنین باعث تشویق باشه و یک مقدار راجع به پرستش هایی که در کلیساتون انجام میدید شاید بیشتر فکر کنید و ما بتونیم در راستای بهبود این پرستش ها توسط رهبران پرستشی که خیلی تجربه دارن تو این زمینه به شما کمک کنیم. امروز در خدمت دوست و برادر عزیزم ناتان رستم‌پور هستیم. خیلی از شما ایشون رو میشناسین ولی ممکنه برای خیلی از شما چهره آشنایی نباشه. من ازشون میخوام که خودشون رو معرفی کنم و بعدش وارد صحبت هم بشیم. ناتان جان، خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتی. برای دوستانی که شاید نشناسن شما رو لطفاً یک معرفی داشته باشین. البته یک سلام علیکم هم باشه و بعدش من وارد سوالات میشم. سپاسگزارم نیما جان. منم درود میگم هم به شما برادر گلم و هم به عزیزانی که با شما هستن و مخاطبین شما هستن. خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم که در خدمتتون باشم. و خب من اسمم ناتان هستم طور که شما فرمودی و هلوش تقریبا 22 سال پیش توی ایران توی کلیسای خانگی به عیسی مسیح ایمان آوردم و خب بیشتر زندگیم رو در کلیسای خانگی ایران خدمت کردم و بعد از گذراندن یک سری دوره‌ها خودم به عنوان هم رهبر پرستش هم به عنوان شبان کلیسای خانگی در ایران حدود 10 سال خدمت کردم و خب بعدش به خاطر مسائل خارج از ایران مجبور شدم بیام و بعد به کشور امریکا و الان هم تقریبا حلوش 12 سال هستش که از خارج از ایران با بچه های داخل ایران خدمت میکنم، بازم بیشتر با کلیسای خانگی و در خدمتشون هستم و خیلی هم خوشحالم که امروز در خدمت شما خوبان هستم. مرسی، ممنون. بله، در کنار تمام فعالیت هایی که توی این سالها انجام دادی، خدماتی که ارائه دادی به کلیسا، میدونم که در تمام قسمت ها دستی بر آتش داری، ولی به خاطر اینکه موضوع صحبت ما امروز روی پرستش هستش و میدونم که اون گیتار هم که پشت دستش داره شهادت میده و سرودهای پرستشی درست کردی و رهبر پرستشی بودی در کلیسا و در این قسمت هم خیلی کلیسای ایرانی رو برکت دادی، بخوایم راجع به این صحبت کنیم. یعنی اولین سوال من این خواهد بود که به عنوان یک رهبر پرستش به نظرت مهمترین فاکتور یا فاکتورها در پرستش مسیح چیه؟ یعنی زمانی که یک نفر میخواد فکر کنه که من میخوام رهبر پرستشی بشم یا این کلمه رو میشنوه و تا اونجایی که رفته و رسیده به اول جلسه کلیسایی و میخواد این رهبری پرستشی رو انجام بده، اون کار رو، اون پرستش رو رهبری کنه، چه فاکتورهایی از اول تا آخر تو ذهنت هستش که فکر میکنی خیلی مهمه؟ بسیار سوال مهمیه نیما جان و قبلش هم میخوام از سپاسگزاری بکنم و همینطور از خدمات مکاشفه که اصلا دارید به این موضوع میپردازید، چون من همیشه یکی از دغدغه های من و یکی از شاید درد و دل های من به عنوان رهبر پرستش این بود که ما به اندازه کافی راجع به موضوع صحبت نمی کنیم در کلیسای ایران و به اندازه کافی کنفرانس ها و یا شاید تعالیم راجع به این موضوع خاص پرستش نداریم، که البته بعد بگم توی پرانتز که در این سالیان اخیر خدا رو شکر خیلی وضعیت بهتر شده، حالا به اونجا هم خواهیم رسید. ولی خب خیلی سوال مهمیه و خیلی سوالی هستش که جوابش میتونه خیلی طولانی باشه نیما عزیز، ولی اگه بخوام خیلی کوتاه و مختصر بگم برای یک جوان عزیزی که خب حالا من مخاطبم رو امروز اینطوری تصور میکنم که تازه در یک کلیسای خانگی ایران میخواد وارد خدمت پرستش بشه به عنوان یک پرستنده، به عنوان یک خادم پرستشی یا به عنوان رهبر پرستش یک جمعی رو خدمت بکنه، ببینید چند تا فاکتور خیلی خیلی مهم هست و در ضمن هم خواهش میکنم نیما جان بین صحبت های من اگه هر جایی احساس کردی و سوالی بپرسی یا اینکه نظری بدی خواهش میکنم راحت باش، میخوام گفته بود داشته باشیم، نمیخوام من فقط صحبت بکنم. و ببینید اگه بخوایم این جوان عزیز ما اینطور تصور بکنه که خب حالا من میخوام امروز برم یه جمعی رو خدمت بکنم به عنوان رهبر پرستش، مسلما نمیشه همین گیتار رو برداشت و یهو شروع کرد، مسلما یه قدم هایی بعد برداشته بشه. خود من هم وقتی خواستم شروع بکنم
از یک سری قدم های مختلف و یک سری دورهای مختلفی گذشتم. آمد از سما آن مسیح خدا، نیرو بخشیده بر تمام جانها. من میخوام خیلی خلاصه به سه مسیر مجزا ولی در این حال واحد اشاره بکنم که یک رهبر پرستش باید اینا رو، این مسیرها رو بره، و اینا آپشنال و انتخابی نیست، اینا بایده و بدون اینا نمیشه. یکی، من به عنوان یک رهبر پرستش اون مسئله spiritual formation یا رشد روحانی خودمه. یعنی من به عنوان یک مسیحی نمیتونم مردم رو در حضوری، در حضور خدا با کلام خدا با سرودهای پرستشی رهبری به هدایت بکنم اگر خودم اون طعم حضور رو نچشیده باشم، اگر خودم تسلط روی کلام خدا نداشته باشم، اگر خودم شناخت کافی رو از این خدایی که میخوام بپرستم نداشته باشم، درک نکرده باشم که خدای تسلیث یعنی چی، درک نکرده باشم که پرستش انجیل محور یعنی چی. پس اول میخوام بپردازم به این که من به عنوان یک رهبر پرستش باید بر روی الهیات مسیحی و کتاب مقدس تسلط کافی داشته باشم. نمیخوام بگم همه باید برن دانشگاه الهیات، نمیخوام بگم شما باید حتما دکترا الهیات داشته باشی یا فوق لیسانس الهیات داشته باشی که تبدیل بشی به یک رهبر پرستش خوب، نه، ولی حداقل کلام خدا رو خوب خونده باشی، یعنی حداقل یک بار، و درک کرده باشی دوره های حداقل، حالا من چون راجع به کلیسای خانگی ایران داریم صحبت میکنیم، من کسی رو که هنوز مثلا دوره مقدماتی و کتاب آلفا رو الف رو نگذرونده نمیتونم ازش خواهش کنم که رهبری پرستش انجام بده، چون بعد مطمئن بشم من به عنوان یه شبان بنی معلم که این طرفی که میخواد بیاد و رهبری پرستش انجام بده درک صحیحی از ایمان، اصول ایمان مسیحی داره. پس یه قسمت، حالا بیشتر راجع به اینا جزئیاتش توضیح خواهم داد، ولی پس یه قسمت میشه الهیات درست. پس یک رهبر پرستش باید الهیات درست داشته باشه، یک تعلیم سالید و واقعی و خوب از کتاب مقدس بتونه به مردم ارائه بده. قسمت دوم، پس اون رشد روحانی شخص، الهیات فردی، قسمت دوم قسمتی هستش که علم موسیقی رو میاد وسط. یعنی من نمیتونم بگم که خب من یه گیتار برمیدارم و خب حالا یه ته صدایی هم دارم، میرم توی جمعی قرار میگیرم، حالا مهم نیست اگه فالش خوندم، اگه 4 تا آکورد اشتباه زدم، بالاخره میخوایم این کارو بکنیم دیگه. ببینید، این گونه طرز فکر رو من باش مخالف هستم، به خاطر اینکه میگم این عقیده شخصی منه و خیلی ممکنه با من موافق باشن یا مخالف باشن، ولی ما بهترینمون رو بعد به خدا تقدیم بکنیم. پس خاطر این که من بتونم یک رهبر پرستش موفق باشم، پس من باید یه بهایی رو پرداخت کنم. این بها چیه؟ من موقعی که ایران بودم، نیما جان، کلاس آواز کلاسیک رفتم، کلاس سولفژ رفتم، کلاس گیتار رفتم، ساعت‌ها وقت می‌ذاشتم، تمرین می‌کردم، آکوردا رو تمرین می‌کردم، پنجم انقدر رو گیتار بالا پایین رفتم، سر انگشتام تاول می‌زد. نمی‌خوام بگم من خودم رو موسیقیدان حرفه‌ای نمی‌دونم، من تخصصم موسیقی نیست، ولی براش وقت گذاشتم، به خاطر که گفتم اگه من میخوام رهبر پرستش موفقی باشم، درست رشته من چیز دیگه و تخصص من چیز دیگه هست، ولی من باید این ریکوایرمنت ها رو، این قسمت هایی رو که براش کار بکنم و من اینا رو باید دنبالش برم. پس خواهشن جوانای عزیزی که میخواین رهبر پرستش خوبی باشید، موسیقی باید کار بکنید، نمیشه موسیقی رو کنار گذاشت و رهبر پرستشی. پس باید سولفژ بدونی، بعد اگر میخوای بخونی خودت که 100% رهبر پرستشی باید بخونه، باید اینا، البته برای رهبر پرستشی میگم که میخوان خودشون هدایت بکنن و بخونن، بعضی ممکنه بگن نه ما فقط میخوایم نوازنده باشیم، اوکی، سولفژ آواز کلاسیک شما نمیخوای کار کنی یا هر گونه آواز دیگه، ولی باید یه ساز تخصصی رو کار بکنی. پس اینم قسمت موسیقی، باید واقعا براش زحمت کشید. و اون قسمت سوم که عرض کردم، قسمتی هستش که شما به عنوان یه رهبر پرستش باید روی سری مهارت‌های فردی خودت که برای یک رهبر پرستش الزامی هست کار بکنی. از جمله شما باید ادبیات فارسی رو خوب بدونی، شما باید معنی لغت‌هایی که استفاده می‌کنی، گرامر زبان فارسی رو و واژه‌هایی که استفاده می‌کنی رو خوب بدونی، سخنور خوبی باشی. اگر که مثلا شما یه آدم خجالتی هستی که مدام توپق می‌زنی یا نمی‌تونی زیاد جلوی جمع صحبت بکنی، اینا مهارت‌هایی که شما باید براش وقت بذاری، براش کار بکنی. برای چی مثال میزنم؟ به طور مثال، ما نیما جان تو بعضی از سرودامون در تین چندین سالی که من تو کلیسای ایران هستم، تو برخی از سرودها برای عیسی مسیح به جای که کلمه منجی از کلمه ناجی استفاده شده،
و شما وقتی که توی ادبیات فارسی نگاه میکنید که البته عربی هم قاطی شده توی این بعض از این کلمات، متوجه میشی که شما عیسی مسیح منجیه، ناجی نیست. منجی یعنی کسی که سیویر یعنی نجات دهنده هست، ناجی یعنی کسی که سیفت شده یعنی نجات پیدا کرده. پس عیسی منجیه، ما ناجیان هستیم. پس وقتی من تسلط کافی رو ادبیات فارسی ندارم، معانی کلمات رو خوب نمیدونم، پس میتونه از این اشتباهات سرودای من باشه. چرا میگم مهم اینها؟ چرا میگم الهیات، ادبیات و موسیقی مهم هست؟ چون رهبران پرستش عزیز، خودتون رو دست کم نگیرید. شما نقش بسیار کلیدی در تعلیم کلیسا و در رشد کلیسا دارید. به خاطر اینکه نما جان وقتی یه رهبر پرستش داره اون بالا رو استیج کلیسا یا توی کلیسای خانگی سرود میخونه، کلمات اون سرود و متون اون سرودها در واقع تعالیمی رو داره انتقال میده به کلیسا، داره یک سری پایه و اساس ایمانی رو انتقال میده به کلیسا. پس من مسئول هستم در رابطه من که چی دارم میگم، چه نوع تعلیمی رو دارم انتقال میدم. من موقعی خود من شخصا به این اهمیت موضوع بیشتر پی بردم، جایی که رسیدم به داستان موسی که خداوند به موسی میگه این سرود را در دهان قوم بگذار تا کلام من رو فراموش نکنن، تا کلام من رو در واقع حفظ کنن. پس من فهمیدم واو، یه سرود چقدر میتونه مهم باشه که من شریعت خدا رو، کلام خدا رو، قوانین خدا رو دارم با یک سرود میام به مردم و به کلیسای خودم تعلیم میدم. پس چقدر مسئولیت بزرگی داره. پس خواستم حالا این سه نوع رو، سه راه رو، سه در واقع قدمی که واقعا نمیشه ازش گذشت همینطوری و بعد روش ایستاد رو فقط بگم. و در این حال حالا اگر سوالی بود نیما جان خوشحال میشم که پس الهیات درست و موسیقی درست و همینطور ادبیات و یک سری مهارت های لازم برای یک در واقع رهبر پرستش میتونه خیلی مهم باشه. خیلی نکات خوبی بود. و اینکه به نظر من همیشه حالا تو قسمت شبانی و هر نوع رهبری در مسیحیت فکر میکنم همه اینها هست، یعنی حالا ساز نه، ولی یک اون مهارتی که برای اون لازمه هستش. ولی برای من همیشه اون شخصیت و کرکتر خیلی مهمه، یعنی اولویت داره. یعنی یه موقع ممکنه شما حالا واقعا ساز رو خیلی خوب نتونید بزنید، ممکنه مثلا حالا الهیات همونطور که گفتی دانشگاه دکترا ندارید، ولی کرکتر درسته. و این کرکتر زمانی که در اون قالب رهبری ایستاده حرمت رو حفظ میکنه. چون خیلی مهمه که وقتی ما میگیم طرف رهبر پرستشی هستش و میره وامیسه اون جلو، یک جوری بین قوم و خدا ایستاده و داره از دل انگار اون جمع یک چیز رو به حضور خدا میبره و از حضور خدا و از اون الهیات یک چیزی به جمع میاره و یک رابطه ای رو داره ایجاد میکنه اون وسط که خیلی نیاز داره که به نظر من حرمتش حفظ بشه. چون هم تو که اشاره کردی ما داریم در پرستش خدا رو انجام میدیم، خدایی که حفظ باید بشه، یک سری شؤونات. من میخوام یه مقدار تمرکز رو این ببرم که جدا از همه اینا که گفتی عالی بود، یه مقدارمون حفظ شونات لازمه. یعنی نوعی که اون رهبر پرستشی لباس پوشیده، یعنی تبدیل به شو نشه. یعنی تا جایی که ممکنه من شخصا خودم دوست دارم اون رهبر پرستشی دیده نشه و خدا اگه قرار پرست، چون دیدیم دیگه، حالا بعضی از کلیساهای ایرانی رو من یکی دو تا شاید دیدم، ولی غربی رو میبینیم که اصلا انگار کنسرته، بیشتر اون اشخاص میخوان خودشون رو نشون بدن. دقیقا. ببین خب نکته همینجاست نیما جان، همونجور که گفتم تو قسمت الهیات و رشد روحانی، این شخصیتتون رشد روحانی یا اسپریچوال فرمیشنی که داره شکل میگیره. من اگر خودم در حضور خدا اول فروتن نشم، اصلا معنای رهبر پرستش رو اینطوری درک کنم به اشتباه که رهبر پرستش لابد رئیس جلسه است. نه اصلا، حالا من چون رشته تخصصیم رهبری، خیلی رو کلمه رهبر تو این قسمت حساسم و میخوام بگم اول ما باید معنی کلمه رهبر رو اصلا درک بکنیم. من اگر درک بکنم که رهبر باس یا رئیس نیست، من اگر درک بکنم که رهبر یک شخصیه که باید با فروتنی، با اون الگویی که عیسی مسیح به ما داد، با اون قلب یک خادم رهبر مردم رو خدمت بکنه، دقیقا همین اتفاقی که شما فرمودی میفته. پس من یه جورای خودم رو میخوام کمرنگ کنم و مثل یحیای تعمیدنده بگم که از من باید کاسته بشه و رو افزوده بشه. در واقع من میخوام بیام یه جورایی از جلوی چشم مردم بیرون و تمرکز ها رو روی خدا ببرم. پس اون شخصیت هم رو که شما به درستی فرمودید، به نظر من واقعا مهمترین در واقع خصوصیتیه که یک رهبر میتونه داشته باشه که مردم اصلا میدونید
پیروی کنن از صحبتهایی که میکنه. یعنی اول اگر اون اعضای کلیسا به من به عنوان یک رهبر پرستش، برای شخصیت من، برای اون فروتنی من، برای اون چیزی که من در حضور خدا خودم ساختم احترامی قائل نباشن یا من قبول نداشته باشن، اصلا اون رهبری پرستش من نمیتونه مؤثر باشه. چون مردم به قول شما میگن که این اصلا که زندگی شخصی خودش که این مدلیه، چرا اون بالا ما رو میخواد برای چی هدایت بکنه؟ پس 100% با شما موافقم، اون قسمت رشد روحانی، اون الهیات درست، اون شناخت درست از خدا و همینطور شناخت درست اصلا از خود اون شخص به عنوان رهبر پرستش که اصلا من کیم، وظیفم چی، اصلا چرا من اینجا هستم، میتونه 100% مؤثر و جدی بگیریم. یعنی این یک چیز همینجوری ساعتی نباشه که میریم بالا یا آهنگ چند تا آهنگ سرودم، من دیدم بعضیا نمیگن، چند تا آهنگ میخونیم و میم. نه به نظرم خیلی یکی از جاهایی که باید جدی، یعنی ببینیم پرستش در الهیات اصلا وقتی صحبت میشه فقط اون نیست. ما از زمان که پامون رو میذاریم تو کلیسا پرستش ما شروع شده، حالا اصلا در الهیات که هر روز ما پرستش باید باشه، ولی وقتی حالا راجع به اون پرستش کلیسایی ما صحبت میکنیم، اون دعا، اون موعظه، اون صحبتهای همه اینها در قالب پرستشه. ولی وقتی در حالت حالا شعر و ساز و اون قسمت رو ما بهش نگاه میکنیم، اون هم یه حرمت داره و حرمت خیلی زیادی برای من داره و کسانی که میخوان این کار رو انجام بده. حالا شما گفتی جوونا، جوونا، خب ما نمیگیم فقط جوونا بیان، شاید کسانی باشن که مسنن باشن بخوان بیان توی کار رهبری پرستشی و کلن یک حرمتی داره که من اینو خواستم فقط نظر شخصی رو بگم که خیلی خیلی باید جدی گرفته بشه. نیما جان ببخشید من فقط یه نکته کوچیکم بگم در مورد جدی گرفتن سرودها، همونجوری که شما به درستی فرمودی، ببینید در تمام اون جلسه وقتی یه رهبر پرستش از وقتی که میاد و پرستش رو آغاز میکنه، کلامی که میخونه، حالا گاهی اوقات خود من اعتقادنامه های مسیحی رو که میخونیم یا عشای ربانی یا مراسم تعمید، تمام اینها جزء پرستش ما هستن و اهمیت سرودا و اینا از همدیگه بالا پایین نمیتونه باشه، به خاطری که ما در عین حالی که سرودهامون رو داریم میخونیم، وقتی یه سرود راجب تعمید میخونیم، وقتی یه سرود راجب عشای ربانی داریم میخونیم، وقتی یه سرود داریم راجب اعتقادنامه رسولان میخونیم، یعنی اینا تماما میخوام برسم به اون نکته شما، بسیار بسیار باید جدی گرفته بشه. یعنی این یه خدمتیه که یه خدمت تعلیم، یک خدمتیه که کلام خدا رو اعلام میکنه، یک خدمتی که راجب اصول ایمان مسیحی ما داره بیان میکنه، و اگر یه کسی که غیر مسیحی هست همون موقع وارد کلیسای ما بشه، با شنیدن اون سرودها باید همیشه از خودمون اینجوری بپرسیم که آیا با شنیدن اون سرودها میتونه از کتاب مقدس درک درستی داشته باشه، از نقشه نجات ما، از ایمان ما، از اصول ایمانی ما. پس به قول شما فقط چند تا آهنگ نمیخوایم بخونیم شاد بشیم مثلا دست بزنیم یه چیزی خونده باشیم، نه، این ایمان ماست، داریم در واقع تودای ماست، اعتراف به ایمان ماست در واقع. پس با این تموم کنیم بخش رو. پس اشعار و کلماتی که در شعر بیان میشن مهمه، با کتاب مقدسی باشه و مواظب باشیم که هر چیزی رو در اشعاری که استفاده میکنیم در سرودامون استفاده نکنیم. خیلی موقع دیده شده که اشعار یه جوری، حالا من حالا بگم اینم، میخوام نظر شخصی تو بپرسم. یک ویدیوی پارسال بود یا 2 سال پیش بود برای من فرستاده شد، یک گروهی بودن در یک جای اسم نمیبرم در یک کشوری و رپ اجرا میکردن روی استیج و داشتم به شکل رپ، حالا نظرت رو بپرسم بعد من یه چیز اضافه میکنم، چه سبکهای مختلف نظرت چیه توی پرستش؟ ببین خیلی سوال مهمیه، در این حال نیما جان خیلی سوال پیچیده‌ایه. من میخوام این مدلی بهش پاسخ بدم که ببین ما با عنوان رهبر پرستش ممکنه هر نوع موسیقی رو نتونیم روی استیج اجرا بکنیم. به طور مثال مثلا بعضی از جوانای عزیز سبک رپ رو دوست دارن، ولی من تشویقم اینه برای جوانای گل، یا حالا به قول شما شاید یه نفرم مسن باشه دوست داشته باشه این خدمت رو انجام بده، تحقیق کنیم حداقل به عنوان یه رهبر پرستش در مورد پیشینه اون سبکای موسیقی و ببینیم برای چه مواردی ازش استفاده شده و اصلا هدف به شکل گیری این سبک چی بوده، و بعد خودمون میتونیم قضاوت کنیم که آیا من برای مثلا یک سرود پرستشی میتونم از این سبک استفاده کنم یا نه. حالا چرا اینو میگم؟ شخصا من خود من نظر شخصی من، ممکنه یه نفر با من مخالف باشه، من هیچ وقت نمیتونم مثلا برم بالا استیج وایسم یه سرود پرستشی رو که در وصف خداست با مثلا سبک بلک متال اجرا بکنم، سبکی که خب من میدونم کیا و چه گروه هایی دارن ازش استفاده میکنن و به چه منظوری و اصلا چجوری شکل گرفته. ولی
سرودهای ما مثلا سلو راک داریم، یا حتی خود راک داریم، یا پاپ داریم، یا کلاسیک داریم، یا حتی من میخوام بگم عزیزانی که وقتی که مقدار عمیقتر وارد خدمت پرستش میشن متوجه میشن که ما انواع مختلف سرود داریم. بعضی از سرودها پرستشی هستن، بعضی از سرودها بشارتی هستن، بعضی از سرودها موضوعی هستن. یعنی شما مثلا میتونید با یک سرود، با یک ساختن یک سرود، یک تعلیمی رو به کلیسا بدید. بعد اونجا دست من به عنوان یک رهبر پرستش باز میشه که حکیمانه تصمیم بگیرم. اگر مثلا یک سرودی هستش که اعتراضیه برای مثلا برای وایستادن عدالت برای صدای مظلومان، یا در مورد تعلیمی در مورد کلیسا داده بشه، یا بشارتی باشه. حتی من خیلی از سرودهای رپ فارسی رو شنیدم که بشارتی هن. راستش خودم شنیدم خیلی هم کیف کردم. ولی همون مثلا همون مدل رو، همون سبک رو، مثلا اگر برای یه پرستش دیگه مثلا میخواست استفاده کنه شاید به دل من زیاد نچسبیده. نمیخوام بگم من با اون سبک مخالفم. در عین حال باید توجه بکنیم چه سبکی رو برای چه منظوری استفاده میکنیم، و اون سبک باید مسلما شایسته اون پیغام ما باشه، یا مدل حتی جایی که هستیم، مخاطبی که داریم. میگم خیلی این بحث مفصله، ولی امیدوارم کمک برای کرده اینکه باشه. اصلا ببینیم میتونیم خوب اجراش بکنیم یا نکنیم، چون بله اجرای اونم مهمه. حالا چون ما سنتی داریم، ما در ایران کلیسا خانگی بله افرادی بودن سنتی ما اجرا میکردیم بله با سنتور. حالا نمیخوایم خیلی بله بحث بریم، چون الان فعلا بعد راجع مسئله دیگه هم صحبت کنیم، ولی مرسی، اینا نکات مهم و مفیدی بودش. شنیدم آن وعده خدا را، با پای سر دویدم این راه پربه. حالا با تمام این اوصاف، چند سال الان شما در ایمان هستی و عددی بگی؟ 22 سال. در این 22 سال ارزیابی که داشتی از نحوه پرستش و روندی که در کلیسا ایرانی حالا در همین چند دهه اخیر دیدید به چه شکل بوده؟ با در نظر گرفتن کلیسای خانگی ها، این روند این پرستش و نحوه پرستش ها چطور بوده؟ ببینیم آجان، همونجور که در ابتدای صحبتم گفتم، سالهای اولیه ایمان من خب خیلی منابع کم بود. یعنی من خودم شخصا وقتی که میرفتم مثلا آنلاین سرچ میکردم در مورد رهبر پرستش، واقعا منابعی که پیدا میکردم انگشت شمار بود. یعنی و نبود واقعا. دنبال کنفرانس میگشتم، کسی کنفرانس نمیذاشت. هر چند سال یه بار مثلا بعضی از این سازمان های خدمات مسیحی میشد به فکر میافتادن که یه کنفرانسی که 2 روزه راجع به پرستش بذارم. ولی خب در طی حداقل میتونم بگم دهه گذشته، این 10 سال اخیر، خب خیلی از سازمان های مختلف، سمینار های مختلف، جاهای مختلف به فکر این افتادن که خب بیاید در مورد پرستش بیشتر صحبت بکنیم و در مورد تربیت خادمین پرستش بیشتر وقت بذاریم. مثلا خب با خود من داشتم فکر میکردم خب من چیکار میتونم بکنم. خب من اون چند سالی که در به عنوان کارمند شبکه محبت خدمت میکردم و برنامه پژواک پرستش با شما، هلوش تقریبا 3 سال ما با ژیلبرت عزیز در مورد الهیات پرستش و تعلیم رهبران پرستش آموزش دادیم، و خب اینا همه ویدیوهاش هست، میتونن از اون برن استفاده بکنن. و یه کتاب اتفاقا یادم میاد، کتاب جان فریم رو استفاده کردیم، پرستش در روح و راستی، که بسیار کتاب عالیه. من تشویقم اگه از آن تسلط دارم به زبان انگلیسی این کتاب حتما بخونن، Worship in Spirit and Truth by John Frame، که و حالا کتاب های دیگه، این کتاب اصلی بود. میگم شروع شده، یا سازمان های دیگه، جاهای دیگه میدونم ایزان دارن تعلیم میدن، خیلی خوب دارن، خیلی هاشون پیش میرن. ولی خلاصه بگم هنوز جا خیلی خیلی بیشتر و داره که بیشتر پیشرفت بکنیم، بیشتر وقت بذاریم، بیشتر عزیزان برن به صورت تخصصی این رشته رو دنبال بکنن و واقعا وقت بذارن. همونجور گفتم، هم روی رشد شخصی خودشون و هم روی موسیقی و پرستش. هنوز خیلی جا داره گوش کار بکنیم، ولی امیدوار، خیلی امیدوارتر هستم نسبت به گذشته برای این خدمت. آره خب، کلیسای ایران کلیسای جوونیه و در همه قسمت ها نیاز به رشد داره. خدا رو شکر برای وجود خودت، برای ژیلبرت، برای خیلی کسای دیگه که حالا در این سری برنامه باشون آشنا خواهند شد، دوستان که بودن، یعنی خاطر ساز بودن، و ولی خب همونطور گفتی نیازه که بیشتر باشه، و میخوایم از این طریق تشویق کنیم کسانی که ساز بلدن و خداوند دل رو بهشون داده. حالا یه چیزایی تو فکر ما هستش که به فیض خدا بتونیم عملی کنیم اونها رو هم در آینده، که بتونیم در روند رشد این ماجرا که خیلی قسمت مهمیه در کلیسا، بتونیم به شکل صحیحش کمک کنیم، تشویق کنیم دوستانی که میخوان بیان تو این مسیر، با استفاده از شما و کمک از شما این کار رو انجام بدیم برای کلیسا.
حالا چند تا سوال کوتاه میخوام بپرسم که جواباشم کوتاهه. اینکه خب خودت سرود داری و سرود ساختی خیلی، کدومش رو از همه بیشتر دوست داری؟ با بقیه فرق میکنه، یه اتفاقی، یه خاطره‌ای داره برات؟ آره، برای من خیلی آسونه اینو جواب بدم. سرود آمد از سما. آمد از سما آن منجی ما، ویران کرده بود کاخ شیطان را. به خاطر اینکه سرود آمد از سما اولین سرودی بود که من و مامان برای مسیح ساختیم و توی همون جبه کلیسای خانگی ایران، و به خاطر اینکه متن این سرود از اینکه شنیدن سرود آمد از سما همونجور که از اسمش پیداست، یه سرودیه که خیلی انجیل محوره، در واقع داره نقشه نجات عیسی مسیح و کاری که برای ما کرده رو واقعا در قالب یه سرود میگه، و خیلی برای من مخصوص این سرود و خیلی چون خاطره های خوبی باش دارم. کلیسای خانگی ایران اینو خیلی زیاد میخوندیم و خیلی با یه جورایی خیلی بیشتر از شاید سرود دیگه دوستش داشته باشم. حالا غیر از کارهای خودت در کل این سالها چه سرودی میتونی بگی خیلی با قلبت همیشه نزدیک بوده و هر وقت میشنیدیش یک حس و حالی؟ هممون داریم اون سروده، ممکنه چند تا باشه ولی سخته، یکیشو میخوام بگی. آره خیلی این سخته، همونجور که خودت گفتی. آره. خب من اوایل ایمانم شاید یه خورده شاید کلی تر اینو بگم، بعد حتما یه سرود رو میگم. سرودای برادر هایی که عزیز خیلی برای من واقعا هم پربرکت بود و هم هر وقت این سرودها رو من میشنوم راستش بگم گاهی اوقات اشک چشم جمع میشه، چون مثلا میرم تو اون میرم تو اون سالا و مخصوصا سال اول ایمانم و اون رابطه عمیقی که تو اون فشارا واقعا با مسیح داشتم. ولی یه سرودی رو که خیلی خیلی سادم هست، سرود پیروزی هست، آزادی هست، من چرا برام خیلی خاطر انگیزه، به خاطر این اولین سرودی بود که من تونستم اولین بار با گیتار بزنم، چون سه تا آکورد بیشتر نداشتم. با سه تا آکورد یاد گرفته بودم و این سرود رو میزدم و این هم خیلی برام خاطر انگیزه. آره از سرودای برادر هایی گفتین، اون بشکنین پوسته سخت منش رو من اوایل ایمانم اصلا خیلی، هنوزم یعنی کسی از من بپرسه هنوزم اون سرود، و خیلی سرود عجیبی بود برای من. بله. خیلی هم عالی. اگر حالا ما راجع به یه مقدار صحبت کردیم، ولی به صورت مخصوص به کسانی که دوست دارن بیان توی این خدمت، چون یک خدمته، میتونن موعظه کنن، میتونن، ولی به شکل خاص اگر بخوان رهبر پرستشی یک کلیسا و جمعی باشن، برای اون اشخاص شما چه پیشنهادی داری؟ یه مقدار راجع به صحبت کردیم تو قسمت اول، ولی به صورت خاص پیشنهاد دیگه ای داری براشون؟ ببینید، پیشنهاد کلی من برای این عزیزان اینه که نیما جان، اول همجور که خودت به درستی اشاره کردی، این خدمت رو و این خواندگی رو واقعا اگر از خدا یافتن و میدونن که این تخصصی خدمتشونه، دوست دارن، دل دارن براشون، میخوان برن دنبالش، جدی بگیرن، واقعا برن مطالعه کنن، کار کنن، همونجور که عرض کردم نمیخوام تکرار بکنم، رو هر سه اون سه قسمتی که عرض کردم واقعا وقت بذارن و همینطور با شروع کنن با عزیزانی که شاید قسمت پرستش بالاخره چندین سال هستش که در خدمت هستن، بتونن با اونا ارتباط برقرار بکنن، بتونن اگه سوالی براشون پیش میاد بتونن بپرسن، در تماس باشن با عزیزانی مثل خود شما و سازمانهایی که دارن در واقع حالا کورسا و دوره‌هایی رو شروع میکنن، از هر جا که واقعا میتونن تغذیه کنن و البته جاهای معتبری که مطمئن هستن بتونن واقعا رشد بکنن توی این قسمت. و اینو من همیشه میگم، نترسند از اینی که شاید هنوز کامل نیستن. هیچ کس کامل نیست، منم کامل نیستم، هیچ کدوم از ما کامل نیستیم. من همینجور که مثال دادم، من اول با یه گیتار با سه تا دونه آکورد و با یک سرود شروع کردم. یعنی من فقط توی اون جلسه که یادم هیچ وقت نمیره، اولین جلسه که شبانه من اجازه داد یه جلسه رو رهبری بکنم، من یه سرود رو فقط با گیتار اجرا کردم، چون فقط همون سرود رو بلد بودم و اتفاقا خیلی جلسه پربرکتی برای خود من بود، به خاطر که این اون شبان عزیز اجازه داد این اعتماد به نفس رو من دریافت کنم که من میتونم. پس شروع کردم، بعد یه سرود شد، دو تا سرود، هفته بعد شد چهار تا سرود، و همینطور در طی این سالیان سال که گذشت خب تونستم سرودای خب بیشتری رو اجرا بکنم. پس نترسم، جدی بگیرن، واقعا با پشتکار ادامه بدن و تا میتونن کار کنن روی تمام اون سه قسمتی که گفتم و از واقعا استفاده بکنن از تمام منابعی که هست، تا میتونن مطالعه کنن توی این قسمت. من حالا میگم کتابا راجع به پرسه زیاد هست، شاید اون فرصت نداشته باشیم بخوایم اینا رو معرفی کنیم، ولی شما بعدا میتونید امید خدا اینا رو برای عزیزان بذارید که تا میتونن مطالعه کنن و بتونن رشد بکنن، و اگر ما کار دستمون برمیاد در خدمتشون باشیم.
مرسی. آره نه، باید الان داشتم فکر میکردم که خب این کتاب باید ترجمه بشه، چون تو این زمینه فکر نمیکنم کتابی ترجمه شده. ما میبینیم کتاب های مختلف الهیاتی ترجمه میشه، ولی برای این مورد به خصوص هم خوبه که حالا کتاب های کوچیک یا مقاله یا حتما. سمینارهایی برگزار بشه، که حالا شاید در سال دیگه که ما یک کنفرانسی میخوایم توی ترکیه داشته باشیم، شاید بتونیم یک بودجه فراهم کنیم که چند تا از عزیزان مثل خودت رو دعوت کنیم اونجا باشیم و بیایم و بتونیم دور هم با هم حضوری توی سمینارها راجع به مخصوصا پرستش صحبت کنیم و اگر بشه کتابای منتشر بشه. خیلی ممنون. دوستانی که دارن ما رو نگاه میکنن و این تو قلبشون هستش، سازی رو بلدن یا دوست دارن یاد بگیرن یا در قسمت رهبری پرستشی فکر میکنن که خداوند اونها رو خونده، میتونین با ما تماس بگیرین. من نمیدونم، حالا ناتان عزیز میدونم خیلی سر شلوغ هستش، ولی حتما تا جایی که بتونه به شما کمک خواهد کرد. ما میتونیم وصل کنیم شما رو و همه این کارها برای اینه که کلیسای ایرانی بتونه در یک جایگاه درستی بیسته در این قسمت. دعای ما اینه و میخواییم که شما عزیزانم با ما هم دعا بشین تا بتونیم کلیسای ایرانی رو در این قسمت هم مجهز کنیم. داتان جان مرسی، ممنونم به خاطر وقتی گذاشتی. امیدوارم بازم با هم بتونیم بشینیم و راجع به مسائل مختلف صحبت کنیم. خدمتت رو دعا میکنم خداوند برکت بده هر کاری که میکنی، خودت و خانومت و همه مسائل زندگیت. امیدوارم که اونطوری که اراده خدا هستش برات پیش بره. ممنونم که با ما بودی. سپاسگزارم نیما جان. منم از شما تشکر میکنم و دعام اینه که روزی رو ببینیم که واقعا هر کلیسای خانگی در ایران یک رهبر پرستش خوب و تعلیم دیده و با تجربه داشته باشه و هممون با کمک همدیگه به امید خدا به اون روز خواهیم رسید. سپاسگزارم از دعوتت برادر گلم. مرسی، ممنونم ازت. مرسی، فعلا خداحافظ.